عصرتون بخیر عزیزان، خسته نباشید. ممنون از تشریف فرمایی تک تک شما. آقای دکتر انقدر جامع و کامل توضیح دادن که دیگه من اون چیزی که آماده کرده بودم بگم و مجبورم حذف کنم. مستقیما میرم بخش کیس استادی رو استارت کنم. توی صحبت امروز یه تعدادی از پروژه ها رو انتخاب کردیم از پروژه های شاخص چند سال گذشته که معمولا توشون کارهای خوب اتفاق افتاده، حالا خوب از جهت طراحی، خوب از جهت اجرایی. این چند تا پروژه رو با هم ریویو می‌کنیم، صحبت می‌کنیم در موردشون، مسیری که این پروژه از طراحی داشته تا اجرا، اتفاقات بعدی که افتاده، اتفاقات خوب، بحثایی که به هر حال می‌تونه جذاب باشه از نظر اجرایی طراحی و یه جمع‌بندی رو اون بخش خواهیم داشت. من امکان کلیک ندارم دیگه، نه دست شما هست. نه برید چند تا پروژه که انتخاب کردیم برای این جلسه اگر انشالله فرصت بشه، گنبد مینا تهران هستش، سایت عباس‌آباد، پروژه دماوند اسکایلایت ویژه‌ای هست، مجتمع نرگس رضوی مشهد و پروژه ستاره آرمان توس و پروژه ایران مار، همشون مبتنی در حوزه اسکایلایت ها هستن. امروز انشالله سعی میکنیم تمام این موارد رو ریویو کنیم. تصویری از بالا داریم از گنبد عباس‌آباد. پروژه در زمان خودش که 5 سال پیش بوده اجرا شده، من بهتون میگم برای تعریف، پروژه در زمان خودش کار واقعا خارق‌العاده‌ای بوده، یعنی 5 سال پیش مجسم کنین این بنا تمام شده، یه جورای مال آینده است. واقعا در زمان خودش شهرداری خیلی همت کرد که این پروژه رو تونست شکل بده و انجام بده با بودجه های اون زمان. پروژه های دولتی بس شهرداری واقعا کار سخت و مشکلی بود، ولی در نهایت همت بالای شهرداری سبب شد که انشالله این کار هم تمام بشه. تصویرتون تصویر اول پروسه رو نشون میده که این اسپیس فریم در حال ساخت. از اونجایی که مثل خیلی از پروژه ها کارفرما بدون اینکه بحث جزئیات اجرایی رو ریویو داشته باشه یا حداقل با یک سازنده یا مشاور مشورت کرده باشه، صرفاً اسپیس فریم رو ساخته بودن، مجبور شدن کل اسپیس رو کاملاً پیاده سازی کنن و تعویض کنن. مدول بندی‌ای که انجام شده بود اصلاً مدول بندی بهینه نبود. اگه قرار بود با این شکل شمایل این اسپیس شیشه بشه، نیازمند شیشه‌های خم بودیم. همونطور که می‌دونید شیشه‌های خم لامینه بسیار گران قیمت هستن. از طرفی از سیستم گالوانایز استفاده کرده بودن. سیستم گالوانایز بحث های زنگ زدگی زیادی براش پیش میاد که در این پروژه در نقطه شروع هم استارت خورد. در نتیجه سریعاً اسپیس اومد پایین و طراحی کردیم و اسپیس فریم رو استفاده کردیم که مدول بندی هاش با شیشه ها تناسب داشته باشه. ایدمون این بود که از شیشه های فلت استفاده کنیم. به هیچ عنوان استفاده از شیشه خم ملاکمون نبود چون هزینه بسیار سنگین بود. یه قطار اونجا دارین طراحیشو میبینید، شیشه های پایین شیشه های عملاً زوزنقه هستن. از یه جایی به بعد مدول مثلثی رو ترکیب کردیم و در بالا مجدد و به این شکل قطار کامل رو صرفاً با شیشه فلت تو بس گنبد تونستیم جواب بدیم. پس به این شکل در واقع تونستیم شکلمون رو اصلاح. اسلاید بعد. یه مشکل بزرگ داشتیم. اون طراحی که دیدیم قطابندی کردیم، ما نیازمند بودیم در جاهای مشخص پنجه‌هایی رو داشته باشیم. در اسپیس فریم تنها جایی که ما میتونیم پنجه بذاریم گوی ها هستن. میدونیم حتما اینو میدونیم که ما صرفا میتونیم روی گوی ها اتصال پنجه و کانکتور داشته باشیم، یا حتی اگر بخواییم بارگذاری رو کنیم فقط بارگذاری در محل گوی ها امکان پذیره. اینه که از حالا مشکلات اسپیس فریم یا ماهیت اسپیس فریم هست. مجبور بودیم که قطعاتی رو طراحی کنیم که بتونیم با اتصال به گویها پنجه‌های متعدد رو از یک گوی بگیریم. به عنوان مثال در تصویر می‌بینید که با استفاده از یک پلیت صلیبی شکل و اتصالش با پیچ به گوی، چون جوشکاری هم نمی‌خواستیم انجام بدیم، تونستیم سه تا پنجه رو روی یه صفحه و روی یک گوی سوار کنیم. اینم باز به جهت این بوده که مدول بندی اسپیس فریم رو از یه حدی ریستر نکنیم. همونطور که می‌دونید هزینه داره و شکل رو هم ناخوشایند می‌کنه. بخش‌های مختلفی که تلاقی شیشه هاست همگی به این شکل در واقع با استفاده از پلیت‌های در اشکال مختلف پنجه گذاری شده. اسلاید بعد. اینجا باز یه نمونه پلیت صلیبی دیگه است. در یه تلاقی دیگه که پلیت عملاً مثلثیه و با سه تا پنجه و کانکتور می‌گیره. ابزارهایی ساختیم که بتونیم در واقع پنجه ها رو تنظیم کنیم. این کار خیلی کار پیش‌ساخته‌سازی خوبی درش اتفاق افتاده. بعدی
یکی از بخش‌های مهم اتصال گنبد به دامن بود، پوسته اتصالیش، که خب اینجا هم نیاز داشتیم پنجه‌های خاصی رو کار کنیم. بعدی برای این بخش اومدیم از پنجه‌های استفاده کردیم که قابلیت رگلاژ دارن، قابلیت زاویه گرفتن دارن. در اسپایدر ما پنجه‌های متنوعی داریم، حتی میتونیم پنجه‌های کاستوم دیزاین استفاده کنیم. مثلا در همین پروژه ما یه جورایی مجبور بودیم کل پنجه‌ها رو از این سیستم استفاده کنیم. از اونجایی که این پنجه خیلی گران قیمت بودن، برای اینکه صرفه‌جویی داشته باشیم، رفتیم سراغ این که از کارخونه سازنده بخوایم یه پنجه ثابت و بدون قابلیت رگلاژ رو ولی در صفحه 170 درجه به ما بده، به جای صفحه 180 درجه. خوشبختانه کارخونه این کارو برای ما انجام داد، چون تعداد پنجه‌مون زیاد بود. این سبب شد که صرفه‌جویی خوبی اتفاق بیفته. ولی برای زوایای خاص از پنجه‌های بازو شکننده به اصطلاح استفاده کردیم. اینجا رأس گنبد رو می‌بینید، یه پلیت خاص که در واقع اون پنجه‌ها رو گرفته. و همچنین یه مشکلی که داشتیم، ما برای این پوسته شیشه‌ای باید حتما مینتیننس می‌دیدیم، واسه نظافت بود، واسه تعمیر و نگهداری، آب‌بندی‌هایی که در حین مسیر نیاز هست یا بعد از پایان کار. نردبانی طراحی کردیم که بتونه از رأس بالا اتصال بگیره، در پایین هم اتصال بگیره و صرفاً یه چرخ داشته باشه و شیشه‌ها حرکت کنه. این نردبون موتورایز شد، حرکت می‌کنه و خیلی راحت برای نظافت، برای تعمیرات آب‌بندی، برای این پوسته داره استفاده میشه. این همون شماتیک دیزاین نردبون بوده که در زمان خودش کار شده. مثلا این کار رو یه شرکت فکر میکنم سوئدی اومد پیشنهاد داد، در اون زمان 700 میلیون تومان بگیره برای این کار، که خب با یه کاری که در واقع ترکیبی شد، طراحی خودمون ایران و ساخت خارج از کشور، مثلا اون زمان با 200 میلیون تومان این کار اتفاق افتاد. بعدی اینجا پروسه ای رو میبینید که اون پلیت های صلیبی نصب شدن، پنجه های اسپایدر نصب شدن، خود اسپیس همینطور که مشهوده از گالوانایز به رنگ الکتروستاتیک تغییر کرده، رنگ آبی رنگ کار شده داخلش. و شیشه های تست، ما یک قطاع دو ردیفه رو تست کردیم، تمام کار پریفابریکیت شده بود، ولی برای اینکه اون شیشه گران قیمت، شیشه های دو شیشه های سولار گلاس هستن و لامینیت و شیشه های بسیار گران قیمت، برای اینکه مطمئن بشیم میتونیم در حجم انبوه و به شکل برابر تولید کنیم، چون قطعه‌ها همه مساوی بودن از نظر ما تو مهندسی، دو ردیف شیشه رو به شکل تست تولید کردیم. شیشه‌ای که تست هستن شیشه‌های سفید 10 میلی‌متر ساده ایرانی هستن. ارزان‌ترین شیشه رو به عنوان شیشه تست استفاده کردیم. دو ردیف همونطور که تو تصویر مشاهده میشه اومد تا پایین که بتونیم مطمئن بشیم تمام آنچه که مهندسی کردیم درست بوده. یعنی در واقع یه شابلون هم به این شکل استفاده کردیم. اینجا وارد نصب نهایی شدیم. همینطور که می‌بینید شیشه‌ها شیشه‌های آبی رنگ هستن، سولار گلاس که بس اشعه مادون قرمز رو کنترل کنن. روش نصبمون خیلی ساده بود، از قاپک برقی استفاده کردیم. این قاپک برقی تا 400 کیلوگرم وزن شیشه رو وکیوم می‌کرد، بلند می‌کرد، خیلی راحت و قابلیت چرخش و جا زدن ساده بود. تو تصویر می‌بینید خیلی راحت زاویه می‌گیره. این ابزار کمک می‌کنه که شما پرتون، شکستتون یا پروسه حملتون کنترل شده باشه. این روش‌ها رو میشه ساده‌تر کار کرد، ولی ریسک‌های رو به همراه خواهد داشت. یه موضوع مهم برای این پروژه نحوه استفاده از جرثقیل و تاورکرین بود. ایده اول این بود که خب نصب‌ها با جرثقیل اتفاق بیفته. از اونجایی که کارفرما تامین شیشه رو خودش به عهده داشت و پارت پارت شیشه‌ها تامین می‌شدن، اگر که می‌خواستیم با جرثقیل کار کنیم هزینه بالایی داشتیم و از طرفی به خاطر فضاسازی محوطه امکان جرثقیل در همه زوایا نبود. در بخشی از کرنرها جرثقیل بسیار سنگین نیاز داشتیم. یه تاور کرینی رو خریداری کردیم، در داخل گنبد نصب کردیم و کل پروژه با این تاور کرین تا روز پایانی سرویس داده شد و در انتها جمع‌آوری شد. بعدی اینجا دیگه پروسه‌های تکمیل شده رو داریم می‌بینیم. بخش پایانی که کامپوزیت پنل بوده و شاسی کشی‌هاش انجام شده، ولی پوسته شیشه هم که می‌بینید نسبتاً کامل شد. بعدی همون شده استاید این پروژه. پس یه دونه برگردیم اقعا من جمع بندیش بکنم. خب در این پروژه تکنیک که استفاده شد شیشه سولار گلاسش بود که سعی کردیم انرژی تابشی رو تحت کنترل کنیم. عرض کردم شیشه خم رو حذف کردیم. پوسته کرب شما دارید میبینید تو تصدیگه کرب قابل قبول دریافت کردیم با شیشه های فلت. یه بخش مهم این بود. پرت شیشه ها بینه شد با کمک نرم افزار. تو شیشه های گران قیمت خیلی برای ما مهمه که طراحی رو جوری انجام بدیم که پرتمون اپتیموم باشه، نه اینکه طراح معماری رو خراب کنیم فقط به خاطر پرت، ولی میتونیم اپتیموم سازی کنیم و طراح رو در واقع ببریم به سمتی که با
حفظ طرحش با حفظ چارچوب‌هاش کمک کنه به کاهش هزینه‌ها، به جاش اون هزینه رو صرفه‌جویی کنیم و کیفیت بهتری رو خریداری کنیم. در خیلی از پروژه‌ها با همین روش‌ها تونستیم شیشه‌های خوب، کامپوزیت‌های خوب، سرامیک‌های خوب خریداری کنیم. و عکسش پروژه‌ای داریم که همون هزینه رو کردن ولی چون این بینه‌سازی نشده به خاطر بودجه محدودشون سراغ متریال‌های پایین‌تر رفتن. بعدی پروژه دماوند. پروژه دماوند یکی از برج‌هایی که سال‌ها متوقف بوده در تهران هستش، مربوط به شرکت ارتویا و شرکت نگین خودرو. سال‌ها پیش متوقف شد و دوباره استارت زد، الان در حال تکمیل و انتهاست. این بخش خاصش که در موردش صحبت می‌کنیم اسکایلایتش هست. خود پوسته نماش که ترکیبی از کرتمال کامپوزیت و حدود 20 چند طبقه از روی زمین مثبت ارتفاع داره. فقط می‌خوام به اسکایلایتش بپردازم. اسکالایت این پروژه تو طرح اولیه در واقع نبوده، در نتیجه امکاناتی از جهت سازه‌ای هم برایش دیده نشده. در اسکایلایت ها اولین چیزی که برای ما از نظر سازه‌ای مهمه اینه که بار این اسکایلایت اگر از نظر ثقلی منتقل میشه به سازه اصلی که خب چاره‌ای هم نداریم، ولی در موقع زلزله یه عملکرد مخرب روی سازه ما نداشته باشه. خیلی از پروژه ها متاسفانه اینو نادیده میگیرن. دیدگاهمون اینه که حتما باید اتصالات سازه اسکایلایت به سازه اصلی ساختمان به شکل مفصل انجام بشه. این شکلی صرفا داریم بار ثقلی رو منتقل میکنیم دیگه. دیگه بار زلزله‌مون تا حدی کنترل شده است. تو این پروژه هم به خاطر اینکه از قبل فکری نشده بود برای محل این اسکایلایت، یه مقدار مشکلاتی بود که حالا با هم جلوتر میریم میبینیم. اسلاید بعدی. این طراحی اولی است. اولین کاری که همکاران من انجام دادن با کمک نرم افزار گراسپر که حتما آشنا هستید، دنبال مدول سازی بهینه رفتن. مدول سازی بهینه ای که شیشمون مثلث باشه، بتونیم از سطح ژئودزیک پیروی کنیم، در این حال این مثلث ها بهینه باشن، ترکیب چند مثلث در داخل یه جام شیشه که باز شیشه گران قیمتی پرت کم و مناسبی رو به ما بده، و از طرفی همین مدول بتونه روی سطح جلو و سطح های جانب و سطح های پایین عمل کنه. اگر این بهینه سازی اتفاق نمی‌افتاد، هی تناقض سایز داشتیم روی شیشه ها که خب خوشایند نبود. بهتر با کمک در واقع الگوریتم ها در گراسافر به این مهم رسیدیم و همزمان هم در واقع مدل سازه‌ای هم ساخته شد، چون اون هم بسیار تاثیرگذار بود این راستا. بعدی خب اینجا طراحی ما کامل‌تر شده. لازمه توضیح بدم که سازه اینجا به این شکل تعریف شده. ما در واقع دو تا تیر اصلی داریم که به شکل خرپای لوله‌ای هستن. توی طرح اولیه دیدین در رندرینگ خرپای لوله‌ای دو بعدی بود، اینجا سه بعدی شده، هم به خاطر استحکام هم به خاطر بحث‌های سازه‌ای بیشتری که لازم داشتیم. تیرهای افقمون رو داریم که چرخیده و آنچه که بین تیرها اتفاق می‌افته دیگه همه از جنس موس منو می‌بینید پوینترمون. اونها دیگه همه از جنس راد و در واقع کاپ هستن. یعنی سازهای میانی رو همه رو به شکل راد و کاو دیدیم. هدف این بود که شکل و حد ممکن خلوت باشه و صرفاً سازه اصلی رو ببینیم، بقیه سازه ها به نوعی سازهای کاوی و راد باشن. بخش مهم قضیه اینجا بود. بعدی خب اینجا شیشه رو بچه ها طراحی کردن. در پروژه هایی که اسکایلایت هستن، کرتنوال هستن، ما حتما شیشه رو طراحی و مهندسی میکنیم. اولین بخش طراحی، طراحی استراکچر شیشه، ساختار شیشه، برای اینکه با اون ابعادی که معمار از ما خواسته شیشه رو با چه ضخامتی میتونیم داشته باشیم، اصولا با چه ابعادی میشه شیشه رو کار کرد، در این ابعاد که خب از اون الگوریتم استخراج شده بود در واقع محاسبه کردیم چه ضخامتهایی رو نیاز داریم، چه اسپیسری نیاز داریم، پی وی دی یا طبق لامینیتمون چی باشه. یه جای شیشه ما حالت استپ یونیت داره، مجبور شدیم به خاطر اینکه تغییر میکنه چیزی کلیک مجبور شدیم شیشه رو استپ کنیم به خاطر اینکه در لبه ها جایی که سطح فلاتمون به سطح شیبدار میرسه یک کاور داشته باشیم. اینها در واقع اومده به شکل استپ با هم کار شده. سلاید بعد. یه بحث مهم این پروژه لوله ها بودن. برای اون خرپه های لوله ای که تو تصویر دیدیم که حالا واقعیش رو میبینیم، ما باید یه همچین اشکالی رو روی لبه لوله ها کار میکردیم. مشخصا میدونید خیلی خیلی کار سختی. یعنی ما مجبور شدیم برای تک تک لوله هایی که تو خرپا استفاده شده یه همچین نقشه دقیقی رو بدیم و با استفاده از سیانسی های چند محوره همچین اشکالی رو بسازیم که بتونن لوله ها به راحتی روی هم سوار بشن، کیفیت خوبی رو داشته باشن. چون نظر بصری در واقع برامون مهم بود که اتصالاتمون چجوری دیده میشن. معمولا تو سیستم های لوله کار تمیز در نمیاد. همه دیدیم لوله ها رو با یه برش محلی به هم میرسونن و همه رو با جوش و بتونه پر میکنن. اینجا هدف این بود که از این قضیه پرهیز کنیم.
بعدی آره میتونید از پوینترتون استفاده کنید. کار میکنه یعنی بسیار لیزرش نه مقام لیزرشه. خب اینجا اولین بخش خرپا رو در واقع مدل سازی کردیم. هدف از این مدل سازی بود که هم بدونیم با چه شکلی سر و کار داریم از جهت معماری، سایزش، حالا تصویری که داشتیم یه انسان جلوی این استاده تقریبا تا شونه اون انسان در واقع این خرپا قد داره، یعنی تا این حد بزرگ تصاویر بعدی شاید داشته باشیم مقیاس انسانی رو. اینجا اولین نمونه رو عوض نکنیم لطفا، من میگم خدمت بعدی من میگم خدمت در واقع تو تصاویر بعدی میبینیم. حالا اون رو اینجا دارید میبینید که اتصال لوله های داخلی به چه شکل تمیز رو لوله اصلی نشسته به خاطر همون نقشه هایی که داده شد، یا جایی که در واقع اینجا لوله ها به هم میرسن اون محل هایی بود که عرض کردم به شکل CNC کار شده و نقشه داره. اسلاید بعدی. خب اینجا در واقع بخشی از اتصالات خرپا توسط اون هدش که میخواد به شکل پین وست بشه رو میبینید. سایز قطعات نسبت به دست کارگر نشون میده که با چه سایزی طرف حساب هستیم، یا کیفیت جوش ها رو میتونید اینجا ببینید تا حدودی، و خود خرپا رو که اینجا ساخته شد. اسلاید بعدی. یکی از سخت‌ترین قطعات این خرپا این بخش بوده. این شاهتیر اصلی هست که میاد از وسط اتصال مفصلی میگیره. همینطوری که میبینید هر کدوم از بالاها یه زاویه دارن، خود خرپا یه زاویه داره، اتصال سرش یه زاویه داره. در نظر بگیرید چقدر شابلون‌های متعدد تهیه شده که بتونن همچین شکل خرپای رو درست بسازن. مرتب همکاران من توی بازرسی‌های ادواری کنترل می‌کردن که زوایا منحرف نشن. چرا؟ چون فلنج‌های متعدد داریم. ساده‌ترین خرپامون اینها بودن. خرپایی که خب با طول مشخص قابل هم با جرثقیل و قابل انتقال با جرثقیل به بام پروژه بودن، چون این ارتفاع هم ارتفاع قابل توجهی بود. بعدی، اسلاید بعدی. اینجا مثلا این قطعه رو ببینید که داره هم میشه. هر طرف این قطعه فلنج‌های متعدد داره و فلنج‌ها هم تو زوایای مختلف هستن. یا این قطعه که پایین هست، مجسم کنید این همه فلنج باید با هم برسن، سوراخ فلنج‌ها باید با هم چفت بشن، زوایای فلنج‌ها با هم برسن. بسیار کار سختی این کار. واقعا جا داره تشکر کنیم از همکاران زیادی که در این پروژه همراهی کردن. آقای من صالحی حضور دارن اینجا، خانم هانس حسن‌زاده همکار دیگرمون، خیلی واقعا برای این سازه و نقشه‌های ساختش دقت کردن و زحمت کشیدن، همینطور بخشی از همکاران زیرمجموعه‌مون. خب اینجا شکل‌ها رو دیدیم. پروسه هم خیلی کار سختی بود. ارتفاع رو ببینید، مجبور شدیم با یه جرثقیل فکر می‌کنم 160 تن یا 110 تن حضور ذهن ندارم، این قطعات رو در واقع به بام پروژه هم کنیم، به بام تجاری، چون واقعا به خاطر موقعیت پارک جرثقیل اونجا محدود بود. قطعات هم طراحی شد که تناژش قابل هم بشه. یکی از موضوعات مهم تو این پروژه اینه که قطعه‌ای که طراحی می‌کنید قابلیت حمل و نقل بام رو هم داشته باشه. در قالب پروژه ایده ما اینه که جوری قطعات طراحی بشن که قابل هم با تاور کرین پروژه باشن، یعنی وزن قطعه رو در سایزی ببینیم، در اسکیلی ببینیم که بتونیم با تاور کرین خود پروژه کار کنیم، که اینجا امکان پذیر نبود متاسفانه. بعدی لطفاً. خب اینجا شکلگیری کار رو میبینیم، جرثقیلی که داره قطعات رو هم میکنه به بام، پایه‌های اولیه که گذاشته شده و اون خرپایی که تو تصویر رندر دیدیم تقریبا داره شکل میگیره. قطعات به این شکل در محل خودشون دارن نصب میشن. بعدی. این اولین قطعه نصب ما بوده، قطعه‌ای که در واقع اینجا داره مفصل میشه و فلنجاشو لطفاً ببینید. هر فلنج به یه سمت در واقع انحراف داره و فلنج بالایی که در جهت تیر اصلی، خود این قطعه در واقع در سه محور XYZ باید تنظیم بشه با این دقت بالا و بتونه اتصال برقرار کنه با سایر قطعات. اینجا ادامه کار رو میبینیم، شاهتیرهای اصلی رو. بعدی لطفاً. اینجا اون قطعه شاهتیر اصلیه که توی کارخونه ساخته شده، دیدیم یه نقش سیاه بود اونجا رنگش. اتصال سر رو در واقع میبینید به شکل همون مفصلی که عرض کردم از سازه اصلی. مجسم کنید یه نیروی جدی اینجا وجود داره که این اسکایلایت رو داره به این تیر رسم میکنه، یه تره تقویتی رو برای این تیر، چون این تیر در واقع پیشبینی نشده بود برای این داستان. و زوایا هم که دیگه کاملا مشخصه، اینجا پین بسته شده، قطعاتی با این سایز با این دقت ساخته شدن که به این راحتی دارن نصب میشن. بعدی لطفاً. تمام وقت یه دوربین پای کاره، محورها رو کنترل میکنه که بدونیم قطعات در جای مناسب خودشون نصب میشن.
اینجا فلنج ها دارن بسته میشن و با هم دیگه ست میشن، با هم فیلر گذاری میشن در حد مجاز سازه. بعدی و بعدی لطفا. اینجا دیگه تقریبا سازه داره تمام میشه. این تازه شد اون بستر خرپای لوله ما. حالا تمام اون پروسه کاب ها و رات ها در داخل این سازه سوار میشن. سلاید بعدی لطفا. اینجا دیگه خرپامون کامل شده. اون راتایی که صحبت کردیم و کاپ‌ها اینجاها قرار می‌گیرن که الان تصاویرش رو می‌بینیم. متأسفانه هنوز این پروژه کامل نشده، ولی تصاویر خود کاپ‌ها و راتاها قابل رؤیت هستش. بفرمایید بعدی. و بعدی. این شکل شماتیک کامل شده کار در پایان قراره که همچین شکلی رو داشته باشیم. این خرپاهای کابل و راد ما هست که بین اون خرپاهای لوله‌ای با این خرپاهای کابلوراد اتصالاتونو برقرار می‌کنیم توسط گوشواره‌های پلیتی که میاد به اون سازه لوله‌ای اتصالش رو برقرار می‌کنه. بعدی. اینجا خود کابل‌ها و رادها رو می‌بینید. همینطور که می‌بینید سازه بسیار پیچیده‌ای هستش. خود راد یه مفتول توپر با قطر بالا از جنس استنلس استیل، پنجه‌ای که اینجا استفاده شده همه پنجه‌های شش کار هستن چون سیستم ژئودزی کار شده، و کاب ها هم که دارن ارتباط رو بین رادها با خرپای اصلی ایجاد میکنه. در واقع به این شکل سازه ما کامل خواهد شد ان شاء الله. بعدی مثلا اینجا قطعات واقعی رو میبینید. اون چیزی که اینجا میبینید راد نام داره که توی محور عمود نصب شده بود، توپر هم که عرض کردم و اتصالاتی که برای کاب ها و رادهای افقی به این شکل هم شده به محل پروژه. پنجه ها رو اینجا میبینید، پنجه که اینجا کار میشه همه شش پر هستن هم که عرض کردم، و اینها هم پلیت های گوشواره ای هستن که روی اون خرپای لوله با یه آیدی بسیار دقیق نصب میشن تا اون کاب ها و رادها بتونن اتصالاتشون رو برقرار کنن. بله اون پروژه هم تموم شد. یه اسلاید برگردیم جمع بندیش کنیم. برگردیم. خب این هم از پروژه دماوندمون که عرض کردم متاسفانه عکس پایانی ازش هنوز نداریم چون کامل نشده. اگر بخوایم براش نکته مطرح کنیم اینه که اگر کارفرما از روز ابتدای طراحی این پروژه بحث این اسکایلایت رو دیده بود، قطعا هزینه‌هاش خیلی کمتر می‌شد، قطعا به خواستهای معمار بهتر رسیدگی می‌شد. هرچند در پایان همکار معمارمون اینجا به خواستش رسید چون عملاً یه سیستم کابلی و راد می‌خواست که خب به دست آورد، ولی با هزینه بسیار گزاف به خاطر اینکه مواد سازه‌ای از ابتدای عمل به درستی دیده نشده بود، یه مقدار هم به خاطر شکل ژئودزیک سیستم خیلی گران قیمت در اومد که اگر باز از ابتدا توی طراحی فکر می‌شد شاید می‌شد مقدار هزینه ها رو کنترل کرد. پروژه بعدی بود. پروژه نرگس رضوی، بخشی از مدیرانش هم اینجا هستن، خدا به خیر کنه هر چی بخوایم بگیم مچمون رو می‌گیرن. با اجازه آقای مهندس میگیم در مورد پروژهشون. من نمیدونستم شما تشریف میارید، اینم تو پروژه هستای ماست، اگر این پروژه دیگر جایگزین میکردم. پروژه نرگس یه اسکایلایتی داره که خیلی جذابه و متاسفانه چون پروژه هنوز بازگشایی نشده قابلیت دیدار برای عموم نداره. امیدواریم به زودی باز بشه پروژه و این زیبایی های شهرمون رو ببینیم. خب این بازار چند سال آماده افتتاح، شاید تا 90% هم کاراش تمام شده. نکته قوت این بازار یکیش این اسکایلایت هست که اینجا حرکتش رو میبینید. یه بویدی داریم 21 متر عرض بویده و در انتهای این عرض کم میشه به حدود 12 متر، یعنی دهانه بوید تغییر میکنه. ارتفاع رو معمار از ما خواست که متغیر ببینیم، پس ارتفاع به این شکل حرکت کرده، از 3 متر خورده‌ای تا 170 فکر میکنم شیبدار حرکت کردیم. به جرات میتونم بگم این اسکایلایت خیلی خیلی پیچیده است، شبیه به اینو من حداقل در کشورهای همجوارمون ندیدم چون بسیار کار گرانی، نه اینکه نشه ساخت، این کار گران و پردردسری است. یکی از شوخی‌های ما با شرکت‌های همکار خارجیمون اینه که رندرهای این اسکایلایت رو معمولا بهشون نشون میدیم و میگیم که همچین پروژه رو می‌خوایم بسازیم، معمولا میگن آره این خیلی سخته، نیاز گاه هم میگن نمیتونیم یا تو ایران نمیتونیم، که بعد عکسای تمام شده رو نشون میدیم و میگیم این پروژه رو 5 6 سال پیش ساختیم و تمام کردیم. ایده طراحی خوبی که اینجا استفاده شده یکی ایده خوب سازه است. در ایده سازه این پروژه از ترکیب تیر لوله ورق استفاده شده، یعنی یه تیر ورقیه که سر بالا و پایین لوله کار شده. هدف این بوده که خواسته معمار تامین بشه و این تیر ورق جذابیت بهتری پیدا کنه. حتی ورق رو
به شکل پانچ استفاده کردیم که باز از نظر شماتیک خلوت‌تر بشه. بحث بعدی شیشه هاست. تو این پروژه هم چون شیشه بسیار شیشه گرانی، شیشه سولار گلاس هستش، قصد داشتیم که زمینی که این شیشه خوب کار کنیم، لامینیت باشیم، دوجداره باشیم، رو بحث انرژی و نور الزام داشتیم که شیشه خام استفاده نشه، چون اگر خام سلایه می‌خواستیم کار کنیم هزینه وحشتناک و سرسام‌آوری داشت. پس توی طراحیمون کاری کردیم که فقط از شیشه‌های فلت استفاده کنیم. اسلاید بعدی لطفاً. این نقطه شروع نصب شیشه بوده. فرم رو اگر ببینید خب بسیار کار سختی است. و اما تکنیک چه بوده؟ همکاران ما یه پوسته رو طراحی کردن، بعد روی پوسته حرکت کردن. هر جا از صفحه هندسه خارج شدن، از دو بعد خارج شدن، به فاصله خط برش ایجاد کردن. یعنی به این شکل شیشه ها طراحی شدن که همگی دو بعدی باشن و نصب بود. ولی لازمه این کار این بود که ما در این پروژه که حدود 1600 زیربنا سطح اسکایلایت داریم، حدود 450 پلاک شیشه داریم. هیچ کدوم از این 450 پلاک شیشه به هم شباهت ندارن، از نظر سایز و شکل شبیه هم نیستن، همه شیشه های زوزنقن بدون هیچ شباهتی به هم دیگه. اسلاید بعدی. سوراخ های شیشه ها با هم هیچ شباهتی ندارن، فرما هیچ شباهتی به هم ندارن. مجسم کنین چقدر نظر مهندسی کار پیچیده میشه. این فرم بالایی اسکایلایت که در زمان خودش طراحی شده بود، خب همونطور که میبینید شباهت سایزی نداریم با هم دیگه. تمام این شیشه ها استپ هستن، یعنی به اصطلاح یک لایه شیشه از لایه های دیگه جلوتر یا عقب‌تر، که بتونین یه همپوشانی تو درس ها داشته باشه و همونطور که عرض کردم هیچ شباهت شکلی هم شیشه ها با هم نداشته. بله بعدی. اینجا شماتیک سازه رو می‌بینیم و در واقع فرم‌هایی که برای سازه تعریف شده بود. بعدی. در واقع قطعه‌هایی از طرح، هر قطعه رو جداگانه برای شیشه‌اش کار کردیم که بتونیم در واقع به ساختار و ابعاد شیشه ها برسیم. تمام سفارش شیشه این پروژه با نرم افزار اتفاق افتاده. بعدی لطفاً. اینجا سازه و شیشه رو می‌بینیم. نرم افزاری که اون زمان استفاده شده که صحبت حدوداً می‌گم 7 سال پیش باشه، عمدتاً از نرم افزارهای گروه مکانیک استفاده کردیم. سالید بورد در کتیا کار شده. بعدی. اینجا سازه ها رو می‌بینیم. سازه‌های تیرلوله برقی که عرض کردم به این شکل کار میشن و لوله‌های میانیشون. بنده بعدی. لوله‌های میانی در حال تکمیل شدن هستن. بعدی. اینجا یه نکته مهم راجع به اتصال، اون عرضی که داشتم گفتم که ما اسکایلایت رو باید حتما مفصل ببینیم، اینجا در واقع به یه رینگ پیرامونی داریم مفصلش می‌کنیم. این رینگ به سازه اصلی ساختمان صلب شده، ولی اینجا اتصالمون یه اتصال مفصل است. حالا جلوتر هم داریمش، باز می‌بینیم لوله‌هایی که اتصال گرفته این وسط‌ها برای اینکه محلی بتونیم کار کنیم، یه اتصال انگشتی طراحی شد که اسلاید بعدی رو ببینیم لطفاً، شاید نزدیک‌ترش رو فکر می‌کنم داشته باشیم. این که اون اتصال مفصلمون هست در کنج‌ها. بله و بعدی لطفاً. و بعدی. بله اینجا اتصال انگشتی رو میتونید ببینید. یه اتصالی بود که میتونست رو محور لوله بچرخه، در واقع این اتصال و در پوش لوله این محلی کات سایز میشد در این لوله ها نصب شد. البته دیگه تو پروژه امروزی این هم بر اساس فالای از بیلد از قبل ساخته میشه. پروژه چون قدیمیه تکنیک نیمه پیش ساخته بود. بعدی لطفاً. نحوه جوشکاری که اتفاق میفتاده. بعدی. اینجا سازه تقریبا داره شکل میگیره و کامل میشه. اسلاید بعدی. این رینگیه که همطور که میبینید بسیار جدی هست. چرا این رینگ ایجاد شده؟ چون باز اینجا هم به نوعی در این حد اسکایلایت فرض نشده بود. فرض شده بود که یه اسپیس فریم کار میشه. اسپیس فریم نحوه اتصالش به سازه خیلی راحته. ما خیلی راحت 100 تا 80 تا گوی داریم که رو پیرامون میتونیم نصبش کنیم، ولی زمانی که سراغ این تیپ اسکایلایت سازه میریم، بارهای ما جدی میشن و باید به ستونهای اصلی دسترسی پیدا کنیم. و از اونجایی که ستونهای اصلی محورها و آکسشون شاید با اسکایلایت تطابق نداشته باشن، بهترین گزینه داشتن یه رینگ هست که خیلی راحت میتونیم بارها رو روش توزیع کنیم. اسلاید بعدی. یه کار جالبی که اینجا اتفاق افتاد، ما برای نصب شیشه ها نیاز داشتیم تمام وقت جرثقیل داشته باشیم، چون قطعاً ارتفاع بالادستی نداشتیم که بتونیم از اونجا شیشه رو آویزون کنیم.
تاور کرین کارگو این سرویس رو نمیتونه استفاده بده چون شدیداً درگیر پروسه ساخت و ساز بود و امکانش رو نداشت. یه جرثقیل خاور رو برای 2 ماه گرفتیم با کمک جرثقیل سنگین گذاشتیم روی پشت بام و این جرثقیل خاور روی بام 2 ماه بود و مرتبا به ما خدمات میداد. یعنی در واقع با کمک این جرثقیل نصب این شیشه ها روی بام اتفاق افتاد توی پوسته سخت و پیچیده. بعدی اینجا اجازه بدید کانکتورم توضیح بدم. یه دونه برگردید لطفاً. سخت‌ترین بخش این کار این بود که این کانکتورها رو بکاریم. این کانکتورها که حدوداً 1250 قطعه بودن، هر کدوم از نظر ارتفاع یک کلی داشتن و از نظر زاویه هم یک کلی داشتن. در نظر بگیرید چقدر کار سختی. مجبور شدیم باز با کمک نرم افزار تا حدی اینها رو تیپ کنیم، از واشر اسلایس استفاده کنیم، واشرهای 1 سانتی، 1 سانتی و 2 سانتی، یه هدی طراحی کنیم که خودش بتونه 1 سانتی رگلاژ بده. اینجوری زد رو تقریباً حل کردیم و تک تک این کانکتور رو با کمک زاویه سنج نصب شد. یعنی در واقع بر اساس آیدی کانکتور رو زاویه تنظیم می‌کردن، تا جوش می‌زدن، با دوربین چکش می‌کردن و بعد جوشکار جوش رو کامل می‌کرده. مجسم کنیم 1250 عدد کانکتور رو با چه دقتی اون زمان کار کردن. در انتها مجدد برداشت کردن که بتونن به نقشه سفارش شیشه برسن. در این تکنولوژی ما مجبور بودیم هر مرحله از کار که انجام می‌دیم یک ازبیلت کامل مجدد بگیریم که روی این ازبیلت مجدد بتونیم در واقع مرحله بعدی رو چک کنیم، اگر خطایی داره تصحیح کنیم. بعدی لطفاً. اینجا انتهای اسکایلایت که جمع میشه. بعدی لطفاً. در این اسکایلایت ما تقریباً 7 تیپ 5 استفاده کردیم. یعنی اینقدر سطوحمون خاص بود که مجبور بودیم 5 مختلف رو با هم ترکیبی کار کنیم. 5 چرخشی، 5 ثابت، 5 ستایی، 4 تایی. هر جایی بسته به اون شکل خاص شیشه ها از لای مختلف به هم رسیدن، چون اگه یادتون باشه شیشه ها خیلی متنوع بودن. بعدی یه سری استاندارد هم برای شیشه های اسپایدر داریم که خیلی مهمه. مثلا در همچین تلاقی که چند تا شیشه به هم میرسن و 5 رو میبینید، ما اون سوراخ هامون از لب شیشه فاصله هایی دارن، از یه حدی اگه نزدیک‌تر بشن شیشه ها میشکنن، خودکشی میکنن، مجبوریم اون رو رعایت کنیم. از طرفی زیبایی رو رعایت کنیم. طول بازوی پنجه ها یه محدودیتایی داره، اون رو باید رعایت کنیم. همه اینها تاثیرگذار میشه که محل کانکتور ما کجا قرار بگیره. بعدی اینجا یه نمونه شیشه رو می‌بینیم که تو پروژه نصب هستش. نصب شیشه داره اتفاق می‌افته، روی زمین روتل‌ها بسته شدن روی شیشه‌ها. اون استپی که عرض کردم اونجا می‌بینید شیشه کاملاً از یک سمت استپ شده و اینجا شیشه‌ای رو می‌بینید که آماده نصب هستن، روی زمین چیده شدن بر اساس کد و با کمک همون جرثقیل عملیات نصبشون اتفاق میفته. بعدی اینجا باز شیشه های دیگه، حالا تو تصویر دیده نمیشه متاسفانه، این شیشه از 2 سمت مثلا استپ داره، یعنی از 2 طرف قرینه استپ شده. بعدی اینجا دیگه به صراحت پروسه نصب رو میبینید، جرثقیلی که اینجا مستقر شده روی بام و در واقع با قاپک شیشه به این شکل مهار شده. هر قطع شیشه که اینجا نصب میشه حدود از 300 تا 400 کیلوگرم وزن داره. شیشه لمیه دوجه داره شده از شیشه بسیار گرون قیمتیه. به قیمت امروزی اگر صحبت کنیم مثلا این پلاک شیشه 3 تا 4 میلیون تومان قیمتشه. با این دقت باید بیاد و در این شیب تند با این زاویه حساس نصب بشه که خب حاصل تلاش تیم‌های اجرایی، تیم‌های نظارتی مون بوده. بعدی لطفاً. اینجا میبینید که تو چه ساعت خطرناکی همکارا کار میکنن که بتونن شیشه ها رو نصب و مهار کنن. ضمناً پنجه ها رو میبینید، مثلا این پنجه رو ببینید، ضمنی که پنجه خاصیه و 4 زاویه مختلف گرفته، در نظر بگیرید خود تنظیم این زاویه ها که آماده باشه برای پذیرش شیشه چقدر کار سختیه. همه اینا از قبل اتفاق افتاده، یعنی این پنجه تنظیم شده که این شیشه ها با این فرم در واقع اینجا بشینن. بعدی و فرم رو همجا میتونید ببینید، فرم شکستی که در واقع به خاطر پرهیز از شیشه خم بوده، البته هنوز رگلاژ نشده، اینجا آب‌بندی نشده، ولی فرم شکست رو میتونید ببینید. اون خطی که عرض کردم به خاطر پرهیز از سبودی هست اینجا مشهوده. بعدی انتهای اسکایلایتی که دهانه جمع میشه و باید به شکل کرو جمع بشه. بعدی یه دید بالاست، قطاها رو نشون میده. اینجا ما 24 قطا داشتیم، همونطور که عرض کردم 450 پلاک و 1600 متر مساحت.
خیلی اسکایلایت جالبیه، حیف که قابلیت بازدید نداره. بعدی و بعدی اینجا تنوع پنجه ها رو میبینید و دید از زیر. بعدی که پنجه شاید پایانی مونه هست، انتها داره کار میشه. بعدی اینجا خط برش رو باز میتونید ببینید، یعنی شیشه ها تا این حد با ظرافت طراحی شدن. این مثلا 5 سانتی این عددی که اینجا میبینید در زمان خودش کار بسیار دشواری بوده. بعدی و دید پایانی از زیر، یعنی وقتی شما وارد شاپینگ مال بشید تو کف بول، تصویری که میبینید به این شکل خواهد بود، شیشه ها رو به این فرم میبینید. بسیار کار پیچیده و خاصی و مخصوصا اینکه 5 سال پیش تمام شده و 7 سال پیش طراحی مهندسی و اجرا شد. بریم از این پروژه هم دیگه. پروژه ستاره آرمان توس، یکی از پروژه هایی که در شهر خودمون هست. این پروژه چند تا نکته مهم داشت، اینجا خیلی بحث های مهندسی جذابی داره. اول اینکه خب به خاطر فرم ساختمان، ایدئالش این بود که فرم این اسکالایت بیزی باشه. متاسفانه به خاطر فرمون غلطی که به معمار داده شده بود، با فرض اینکه اسپیس فریم خیلی سخت بیزی ساخته بشه یا غیر ممکنه ساخته بشه، اسپیس فریم رو به شکل مستطیل فرض کرده بود معمار، که زمانی که متوجه شدیم خواسته معمار چیزی دیگریه، بلافاصله شکل رو به بیزی تغییر داد. خیلی وقتا کارفرماها فکر میکنن که مهندسی یعنی گران کردن همه چیز یا بالا بردن هزینه، در صورتی که این نیست. در این پروژه به عدد میگیم که چقدر مهندسی سبب شد هزینه های کارفرما پایین بیاد. به عنوان مثال اولین قدم، اسپیس فریم مستطیلی اینجا 2000 متر مربع بود، اسپیس فریم بیزی تبدیل شد به 1650 متر، پس 350 متر مساحت خیلی به دور پایین بود. اشکال دوم این بود که در اسپیس مستطیلی بحث دفاع اصلا دیده نشده بود، کاملا فلت. که اسلاید بعدی رو بریم، که اینجا با طراحی که انجام شد این مشکل رو هم حل کردیم. بحث بعدی بحث ستون گذاری و سازه‌ای بود. کارفرما فرض کرده بود که زیر این اسپیس فریم چندین ستون داشته باشه، چون ازش خواسته بودن که این ستون‌ها الزام این دهانه 40 چند متر 43-44 متری هست. در صورتی که با بررسی همکاران سازمان مشخص شد که این ستون‌ها قابل حذفن، فقط کافیه که ما یه خیز جدی برای این اسپیس فریم بگیریم. ما یه خیز 1.80 رو انتخاب کردیم از بالا و خیز 110 رو از پایین و تونستیم کل ستون‌ها رو حذف کنیم در این پروژه، که بسیار حرکت قشنگی بود. همکارمون خانم از حسن زاده بگم خاطرات خوبی از این پروژه دارن، خیلی زحمت کشیدن برای این پروژه. بعدی لطفا. مثلا این پایین حتما دوستان دیدن یه مجموعه باغ و آبنما هستش. اون ستون‌ها رو معمار کلی فکر کرده بود که به چه زحمتی پنهان کنه، روش درخت نخل ایجاد کنه، فقط برای اینکه ستون بودن رو بل بره. وقتی بهش گفتیم میشه حذف کرد، خیلی ذوق کرد. خب این فرم بیزی کار هست. عزیزانی که با اسپیس فریم کار کردن حتما میدونن که در یه اسپیس فریم بیزی معنیش اینه که هیچ عضوی هیچ گویی قرینه برابر نیست. خیلی کار پیچیده میشه. تقریبا باز از اون کارهای غیر قابل ساخت. یعنی در نگاه اول اگر به سازنده بگیم من چنین چیز رو میخوام، به صراحت به شما میگن که قابلیت ساختش وجود نداره. بعدی لطفا. چقدر بده من کنترل اسلایدم رو ندارم. رو عادت هی میزنم و هی نمیزنم. خب دیدی از زیر رو داریم. بعدی. اینجا آنالیز های انرژی رو انجام دادیم. یه اسلاید، دو تا اسلاید برگردیم عقب توضیح بدم چه اتفاق افتاد تو انرژی. این که عرض کردم بحث مهندسی هزینه رو کنترل میکنه، درفت ذهنه خود من این بود که در اینجا ما یه شیشه سولار گلاس نیاز داریم، لامینیت نیاز داریم و دوجوده نیاز. خب به طب در عمده اسکایلایت ها ما نیاز رو داریم. اینجا بررسی کردیم دیدیم به خاطر اون سایه اندازی ساختمان های بیزی شکل، تقریبا 60% این اسکایلایت اصلا تو سایه میفته، نور جدی واردش نمیشه. اتفاق دوم اینه که ما بخشی پوشش گیاهی اون زیر داریم. به خاطر اون پوشش گیاهی ما بخشی از این نور رو نیاز داریم آلردی، و در نهایت تصمیم گرفتیم که شیشه سانرژی رو حذف کنیم. متری 100 و خورده هزار تومان هزینه در زمان خودش کم شد از بودجه کارفرما. آیتم بعدی بحث دوجه داره بود. بحث دوجه داره هم به طور روتین رو شیشه ها دیده بودیم. وقتی تحلیل کردیم متوجه شدیم به خاطر ارتفاع ویدمون در زمستان همیشه تجمع هوای گرم رو زیر بوید داریم، چون هوا تو تجلی تزریق میشه، اتوماتیک وار جمع میشه زیر بوید، در حدی که ما این هوای گرم رو مجبوریم خارج کنیم، یعنی مرتبا با سری دریچه ها و اگزاست طبیعی که تو اسلاید بعدی لطفا اینجا میتونیم ببینیمش. بعدی
اینجا آنالیزهای انرژی رو داریم که شرایط در واقع اقلیمی رو بررسی کردیم روی پوسته. اسلاید بعدی. و در واقع اینجا تونستیم بررسی کنیم که اگر بشه دوجدارا رو هم حذف کنیم. دیدیم بله در زمستان که اصلا دوجدار برای ما کاری انجام نمیده و اما تابستان. تابستان من زیر این اسکایلایت همیشه هوای گرم هم باشه شده رو دارم چون آفتاب میتابه هوای گلخانه‌ای دارم و دمای زیر این اسکایلایت حداقل 20 درجه بیشتر از هوای بیرونیه. پس باز هم در واقع نفوذ گرما ندارم، حتی مجبورم گرما رو مجددا خارج کنم. با همین در واقع بررسی های انرژی متوجه شدیم که دوجدارا رو هم نیاز داریم. پس لامین دوجدار ما حذف شد، سانرژی ما حذف شد، شیشه ما از وقتی نزدیک 500 تومن به 200 تومن تقلیل پیدا کرد. پس ببینید مهندسی چقدر میتونه کمک کنه به کاهش هزینه ها. نکته بعدی که نجات داد پروژه رو به نظر من بحث بخار آب و رطوبت بود. اون حجم آبریزی که اونجا اگر دیده باشین یه چیزی حدود 4-5 برابر بود. نمیدونم دوستان دیدن مجموعه رو آبشاراش یا نه. ما براشون تحلیل کردیم که به خاطر اون مقدار آبی که اون مجموعه داخل بوید کار میشه و ریزش میکنه یه همچین انتشار رطوبتی در راههای تجاری اتفاق میفته. رطوبت در راههای تجاری منجر به قارچ و کپک میشه، جدا از این که هوا رو هم سنگین میکنه و تنفسش رو سخت میکنه. در نهایت دوستان قانع شدن که حجم آبریزی آبشارها رو کاهش بدن و یه پرده هوایی رو درست کردیم، البته فنکل دات نه اینکه پرده هوا باشه چون پرده هوا ناخوشاینده، دور تا در وایت ها این فنکل دات کار کرده. یعنی اگر شما لبه وایت به نرده تکیه بدین کاملا میبینید بالا سرتون یه دات فنکل کار شده و با یه پرده هوا کل هوای وایت با این ارتفاع به نوعی از هوای تجاری جدا شده و یه اتفاق خوب دیگه جلوگیری کردیم از هزینه بالای وارد تاسیسات. تاسیسات هوای داخل وایت رو با هوای راهرو همدما هم به هم کیفیت دیده بود. درست که نیازی نبود. این پایین یه کافی شاپ تو منهای یک بود و یه رستوران در داخل اون مجسمه معروفشون. اصلا چرا باید هوای داخل وایت با این حجم با هوای راهرو یکسان باشه؟ چرا ما باید این حجم انرژی رو تلف کنیم؟ با توجه به اون فنکلایی که دور وایت گذاشتیم به شکل خطی تونستیم اختلاف دمای 8 تا 10 درجه اینجا ایجاد کنیم که زمینی که هوا نامطلوب هم نشه و هوای نامطلوب به راهروها سرایت نکنه بتونیم هزینه انرژی رو هم کاهش بدیم. بعدی لطفا. اینجا در واقع آنالیزهای تاسیساتی رو انجام دادیم. مثلا این جریان طبیعی باد این پروژه است. اینو به این دلیل انجام دادیم که دریچه‌های رو در مسیر ورود و خروج جریان طبیعی باد بگذاریم که زمانی که هوای گرم گلخانه‌مون زیر جمع میشه با باز کردن اون دریچه‌ها بتونیم یه اگزاست طبیعی رو برمی‌زی کنیم. نیاز نباشه از فن حتما استفاده کنیم و باز انرژی مجددی استفاده بشه. بعدی. خب اینجا اسپیس فریم رو میبینید که ساخته شده. راجع به این اسپیس اتفاق جالب افتاد. وقتی گذاشتیمش برای مناقصه پیمانکاران تو این حوزه رو دعوت کردیم. 3-4 تاشون که گفتن غیر قابل ساخته. 3 نفر قیمت دادن. قیمت‌ها بسیار قیمت‌های تندی بود برآورد کارفرما برای اسپیس فریم مستطیل متر مربع 200,000 تومان بود صرفاً خود اسپیس فریم. قیمت ها از 500 تومان شروع می شد، یعنی کمترین قیمت 500 و تا 700 تومان هم رفته بود. کارفرما خیلی علاقه من به این فرم بیزی و در واقع انحنا بود، ولی خب عدد بسیار سنگین. تا یه 2 روز مذاکره با کارفرما قانع شد که تا عدد 350 تومان رو هم برای این فرم مهندسه بپردازه. سرانجام از من خواستن که سازنده رو قانع کنم با این قیمت کار کنم. با سازنده صحبت کردیم، گفتیم علت این قیمت بالاتون چیه؟ متریال شما که همینه. صراحتا گفتن مشکل ساخت، مشکل دیتا برای این در واقع گویی ها، مشکل دیتا برای طول عضلا و این نگرانی ماست که قیمت ما رو انقدر بالا میبره. باهاشون صحبت کردیم که اگر مهندسی رو برای شما انجام بدیم، اگر نقشه های ساخت رو به شما بدیم چه اتفاقی میفته؟ گفتن خب ما دیگه اصلا تمام اون محدودیت قیمت اون از بین میره. این اسپیس فریم با متر مربع 178,000 تومان یعنی کمتر از بودجه که کارفرماها برای اسپیس فریم مستطیلیش پیش بینی کرده بود. در نظر داشته باشید حدود 670 تا گویی داریم که این گویی ها سوراخ کاری هاشون با هم متفاوتن. یعنی زوایای سوراخ این گویی ها از هر گویی تا گویی بعدی اختلاف جزئی داره و از لاین اسپیس فریم که حدوداً 2600 عضو هستن با هم دیگه همه متفاوتن. همش هم به خاطر عرقچین بیضوی بودن. اگر یه دایره بودیم خیلی مسائلمون فرق می‌کرد. بعدی. اینجا یه دید بالا رو داریم، می‌بینیم که اسپیس تقریبا کامل شده و اون بیضوی بودن و این 180 خیزش رو هم تقریبا میشه دید اینجا. بعدی. اینجا کانکتورها دارن نصب میشن. بعد از اینکه اسپیس فریم نصب شد رو کدهای مورد نظر، ما در واقع ارتفاع کانکتورها رو باز دیتیل اسپایدر همون وضعیت که عرض کردم اتصال سادهش به گوی اسپیس فریم
محور زد رو با استفاده از کانکتورهای متفاوت تنظیم کردیم که اگر هم خطاهایی افت و خیزهایی در اسپیس ماست بتونیم با ارتفاع کانکتور بالانسش کنیم و یه پوسته کاملا یه دست رو مطابق خط طرح شیشه سفارش بدیم. در چنین پروژه‌ای ما شیشه رو از قبل سفارش میدیم چون نقشه‌های مهندسیمون رو داریم، یعنی فرض شیشه ما مشخصه که چند سانت بالاتر از این کانکتور قرار گرفته، شیشه قرار نیست عوض بشه. اگر اینجا خطایی داریم به دلیل اسپیس فریم، ما با کانکتورمون بازی می‌کنیم. شیشه رو از همون قبل سفارشش رو دادیم. بعدی اینجا شیشه‌های تست رو داریم نصب می‌کنیم با طبق روال، برای اینکه مطمئن بشیم، چون داریم کل شیشه رو یک جا قبل از نصب کل کانکتورها و 50 سفارش میدیم، یه تست می‌گیریم که مطمئن بشیم طراحی و مهندسی ما درست بوده، خط و خطوط شیشه‌ها درستن. نکته مهم تو این پروژه اینه که 400 پلاک شیشه داریم. این 400 پلاک شیشه هیچ شباهتی به هم ندارن، در ظاهر همه مربع، ولی همشون 2 میلیمتر تو عرض بالا با عرض پایین با هم اختلاف دارن، یعنی حتی خود شیشه جهت نصب داره. مجبور شدیم از کارخونه سازنده بخوایم که آرمولوگوش رو در گوشه سمت راست بالای شیشه بزنه که نصب موقع نصب بدونه که این کد رو به چه شکل نصب کنه، وگرنه حتی خود شیشه رو میچرخون شیشه قابلیت نصب نداشت. بعدی اینجا استارت پروژه‌های پروسه بندکشی هست برای در واقع کنترل درس‌ها. درس‌ها رو بچه‌ها چک می‌کنن که مطمئن بشن رو خط طرحن. بعدی و بعدی نمونه بندکشی برای اینکه به تایید واحد معماری برسه. بعدی این نمای از زیر کار هست که داره کامل میشه. بعدی و اما این عکس ناراحت کننده، این اسپیس فریم همونطور که میدونین این پروژه دچار حریق شد. تو مرحله‌ای که 80% کار کامل شده بود، شیشه ها نصب شده بودن، یه حریق خیلی مهیب اینجا پیش اومد، به تب آتش زبانه کشید تو بوید و همینطور که میدید اسپیس فریم ما سوخت. این المان ها همه سوختن و دفرمه شده. همه عزیزان سازه‌ایمون میدونن که اسپیس فریم از این جهت نقطه ضعف بزرگه، چنانچه دو تا سه تا عضو اساسیش و از عضوهای اصلیش دچار حریق بشه و دفرمه بشه، احتمال خیلی زیاد اسپیس ریزش خواهد کرد. ولی آنچنان محاسبات خوب و دقیق اینجا انجام داده بودیم که با وجود این حریق جدی و سوختن جدی، خوشبختانه این در حد سوخت شیشه ها ترکیدن، شیشه ها ریزش کردن، خیلی خطرات زیادی اینجا وجود داشت، با همه اینها اسپیس فریم ما ریزش نکرد و کل اون بخشی که سوخته بود که حدوداً 40-45% در واقع شیشه و شاید 50% اسپیس فریم بود، تماماً تعویض شد. یعنی حتی این اسپیس رو به طور کامل نیاوردن پایین، اسپیس رو تعمیرش کردن. اسلاید بعدی. اتفاق مهم اینه که این شیشه‌هایی که رو کار باقی مونده بود دیگه قابل استفاده نبودن. چرا؟ چون به خاطر این سوختگی و تعویض بخش‌های جدید کلاً اسپیس تابیده بود، به اصطلاح کانکتورها جابجا شده بودن. اون شیشه‌ها با اون دقتی که سفارش دادیم دیگه نمیتونستن تو جای قبلی خودشون بشینن، مثلا امکانش وجود نداشت. در نهایت مجبور شدیم که باز دوباره شیشه های باقی مونده رو سایز هاشون رو با کمک الگوریتم کنترل کنیم. اسلاید بعدی رو بریم. این پروسه های از آتش و سوختن و دود و اینها رو میبینیم. بعدی اینجا کاری که همکاران من کردن، فکر میکنم 80-90 پلاک یا 110 پلاک عدد 110 پلاک بود فکر میکنم 110 پلاک شیشه از آتش دیدی سالم باقی مونده بود، یعنی پلاکی بود که از نظر فنی قابل نصب بود. ما این پلاک‌ها رو داخل الگوریتم گذاشتیم و هر پلاک رو 400 بار در واقع در 400 نقطه گذاشتیم و هر دفعه در هر نقطه 4 بار چرخوندیم که ببینیم آیا این تعداد شیشه میتونه یه جایی در یک جایگاه قرار بگیره. خیلی کار دشواره. اینا همه با نرم افزار امکان پذیره، وگرنه باید کل این شیشه ها رو کنار می‌ذاشت کار فرما، یعنی فرقاً یه سوم شیشه هاشو می‌ریخت دور، در صورتی که واقعاً قابل بازیافت بود. با کمک این تکنیک ما تقریبا 80 و چند پلاک رو زنده کردیم و دوباره بردیم داخل کار استفاده کردیم و سایر شیشه ها رو سفارش دادیم. بعدی و بعدی بعدی اینجا دیگه کامل شده کارو، دیگه رو به پایان کار. یه عکسی از تاپ پروژه میبینید، اینجا بعد از بارش بوده که این عکس کارفرما از پنجره اتاقش گرفته و فرستاده. شیشه ها تمیز شدن به خاطر باران و البته سری شیشه ها تمیز نشدن به خاطر اینکه تو محور وسطن و یه مقدار خیز شیشه سبب شده که انباش داشته باشن. این 400 پلاکی که عرض کردم و تشابه ظاهری و عدم تشابه واقعی رو اینجا میشه به راحتی حس کرد.
پس در همچین پروژه هایی با استفاده از نرم افزار میشه نقشه ساخت روی رو داد، نقشه ساخت اجزا رو داد و خیلی راحت اسپیس فریم رو تولید کرد. امروز اسپیس فریم فقط دیگه برای اون کارهای ساده و مستطیلی و تیپیکال نیست، میتونیم یه پروژه پیچیده رو هم با اسپیس فریم کار کنیم. بعدی هم پروژه بعدی شروع میشه. من چقدر دیگه زمان دارم؟ خب اگر زمان من تمومه اینو میذاریم برای جلسه بعدی. میتونید دفتر بذارید. خب پروژه همونه چه پروژه یا آره این مفصل فکر می‌کنم پس برای جلسه الان من توضیح دادم مورد زام چون می‌خوام برای استاد توضیح بدم به دوستان استفاده هستن برای متشکرم خسته نباشید. سلام به همگی، خوش آمد میگم. من خوش آمد میگم به همه دوستان. ما امروز برنامه‌مون این بعد از صحبت‌های مهندس که مورد کاوی بود و ما هر دو سه جلسه برنامه داریم که یک مورد کاوی دو سه تا پروژه داشته باشن های مهندس. صحبت های کیسوف رو خواهیم داشت و بعد من سرفصل‌های دوره رو براتون صحبت می‌کنم، چون خب دوره بیشتر صحبت‌هایی که دوره میشه از جنس تدریس سرفصل معطلی داره. وسطش ما لکچرهایی داریم از جنس صحبت‌های مهندس، لکچرهای کیسوف در واقع که خب موارد جزیره‌ای هستن، الزاماً تو خط درسی دوره نیستن، ولی خط درسی دوره رو من بعد از صحبت آقای کیسوف براتون توضیح میدم. اگه اجازه بدین یک استراحت 15 دقیقه داشته باشیم و بعد برگردیم با سخنرانی آقای کیسوف روی هولیستیک آرکیتکچر و هولیستیک فاساد. امروز در مورد هولیستیک فاساد صحبت می‌کنن، دید جامعه نگرانی به بحث پوست‌های نما و فردا تو نظام مهندسی خراسان رضوی ساعت 11 هم تو در همین رابطه ولی تو کل حوزه پروژه‌هاشون صحبت می‌کنن، اینکه دفتر هادی تهرانی آرکیتکس چطوری به این داستان نگاه می‌کنه و چطور اینو پیاده سازی می‌کنه. شما حرفای قشنگ قشنگ تو ایران زیاد می‌زنید، لید و انرژی و نمی‌دونم استاندارد فلان و سبز، و بعد روز آخر که میای با بوجاهون درسی می‌کنید دیگه بعد از این جوکای مخصوص های مهندس استفاده کنید احتمالاً، بعد می‌بینیم که تهش دیگه خلاصه دیم دیگه بوته و هم جوش می‌دیم یه جوری قضیه به هم میاد. ولی خب بعد ببینیم واقعا دوستان تو استاندارد بین‌المللی چطوری اون حرفایی که در تئوری گفته میشه رو آیا اون هم میتونن به اجرا در بیارن یا در واقع به چه صورتی نمیش میرسن. پس بفرمایید خودتون پذیرایی کنید و شما تو معذر بعد از خودتون پذیرایی کنید. دوستان آنلاین 21 نفری که همه ما هستن تو این دوره 22 نفر خودتون حساب نکنید. خواهم کنید من همراه حواسم بیشتر جمع. پس ما 15 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، لطفا برگردید ساعت 6 من برم.